دانشجوی دفتر تحکیم مقدس در کشورم اینجا هم. من بسیار علاقمند بودم که در جمع شما حضور یابم، اما در کشوری که گفتگو با رسانه های خارجی یا حتی دریافت ایمیل از خارج کشور میتواند تبعات سنگینی داشته باشد، خروج احتمالی من میتوانست موجب دستگیری هم به جرم جاسوسی و ارتباط با بیگانگان تلقی شود. دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنید، صدای مرا از ایران میشنوید. کشوری که در آن رئیس جمهورش وقتی مهمان خبرنگارا میشود از دروغگویی ابایی ندارد و حتی ایران را آزادترین کشور جهان میشمارد و با وجود استبداد سیاسی و از هم گسیختگی اقتصادی در داخل کشورش ادعای مدیریت جهان را در سر میپرورد. من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال است برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش میکند. در این سالها دو بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته های تاریخی که همانا آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می شود، چون ارکان جامعه مدنی مثل احزاب، انجیوها، رسانه ها و روزنامه های مستقل و آزاد یا وجود ندارند و یا به شدت تحت فشارند. بنابراین نقش آفرینی جنبش دانشجویی در تلاش برای دموکراسی بسیار سرنوشت ساز تلقی می شود. شما دانشجویان اروپایی، خصوصاً اروپای غربی، از دیکتاتوری و استبداد و فضای بسته فقط نامی شنیده اید، اما ما در ایران آن را با گوش و پوست خود لمس می کنیم. اینجا مردم و دانشجویان حتی برای گزارش کردن وقایعی که دیدند زندانی و محاکمه می شوند. ما فیلم ها و تصاویر اعتراضات دانشجویی را در فرانسه، ایتالیا، یونان و اخیراً در آلمان دیده ایم. ما می دانیم که وقتی در ایران یک دهم این اقدامات از جانب دانشجویان صورت می گیرد، بدون شک عقوبت های سنگینی مثل زندان های انفرادی طویل مدت، شکنجه، احکام جزایی سنگین و محرومیت از تحصیل را برای آنان به دنبال می آورد. و نمونه های بسیاری دیده ایم. مثلا در سال 2002 یکی از اساتید دانشگاه به جرم نقد و خرافات مذهبی وارد کرد به اعدام محکوم شد. دانشجویان با تظاهرات گسترده و آرام در محیط دانشگاه‌هایشان توانستند حکومت را مجبور به تعلیق این حکم کنند. ما در آن تظاهرات نه شیشه شکستیم، نه ماشینی آتش زدیم، نه خیابان بستیم. تنها یک روز کلاس‌هایمان را تعطیل کردیم و چندین تجمع بزرگ در داخل دانشگاه‌ها ترتیب دادیم. اما اندکی بعد سازمان دهندگان آن اعتراضات آرام و مسالمت‌آمیز دانشجویی بازداشت و شکنجه شدند و به 5 سال زندان محکوم شدند. سال گذشته وقتی دختری دانشجو مورد اخاذی و تهدید برای تجاوز به عنف از جانب معاون دانشگاه قرار گرفت، کسانی که در این میان محاکمه و از دانشگاه اخراج شدند دانشجویانی بودند که به این موضوع را افشا کرده و آن اعتراض کرده بودند. در ایران ورود به دانشگاه بعد از پشت سر گذاشتن یک آزمون سراسری بسیار دشوار ممکن می شود و رقابت در این آزمون بسیار فشرده است. چند سال است که دختران روی سبقت را ربودند و بیش از 60% قبولی ها را تشکیل می دهند، اما حاکمیت با ایجاد مانع بر سر راه تحصیل دختران اقدام به نوعی فیلترینگ در این راستا کرده تا قبولی دختران کمتر باشد و عملا حق بسیاری از آنان را برای تحصیل در رشته مورد علاقهشان از بین می برد. مطالبات دانشجویان متعدد در ایران مطالبات بسیاری از مردم است. ما آزادی بیان و آزادی آکادمیک می‌خواهیم. ما می‌خواهیم اساتید مستقل در دانشگاه تدریس کنند. ما می‌خواهیم هر کس عقیده خود را آزادانه بیان کند و پس از بیان آن مورد تهدید و توبیخ قرار نگیرد. ما می‌خواهیم مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت با چین و روسیه رصد شود تا مردم بدانند که چه میزان از نفت و گاز و منابع و بازار اقتصادی ما خرج سیاست‌های تشنج آفرین دولت احمدی نژاد و جاه طلبی‌های هسته‌ای و نظامی دولت او شود. ما می‌خواهیم حوزه خصوصی افراد محترم شمارده شود. ما می‌خواهیم حذف سیستماتیک روشنفکران و دگراندیشان برچیده شود. ما می‌خواهیم تبعیض جنسیتی در دانشگاه و جامعه کاهش یابد. ما می‌خواهیم برگزاری انتخابات در کشور فقط برای حفظ موقعیت و ارتقای پرستیژ بین‌المللی حاکمان نباشد و نمایندگان واقعی مردم
بتوانند آزادانه در انتخابات کاندیدا شوند و سلامت انتخابات تضمین شود. دوستان محترم، در ماه ژوئن گذشته در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات چیزی شبیه یک کودتا از جانب دولت و نیروهای مستقر انجام گرفت. میلیون ها نفر از جنبش سبز مردم ایران در اعتراض به نتایج این انتخابات به راهپیمایی سکوت دست زدند. اما نظامیان و شبه نظامیان مردم سبز پوش را در خیابانها به رگبار بستند و آنهایی را که دستگیر کرده بودند مجبور کردند بر علیه خودشان اعتراف کنند. در زندان کهریزک آنقدر جوانها را کتک زدند که تعدادی از آنها از جمله چند دانشجو زیر این شکنجه ها کشته شدند. ما معتقدیم همان گونه که نقض فاحش حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به حق مورد اعتراض کلیه آزادیخواهان در جهان قرار گرفت، شکنجه و بدرفتاری با مردم ایران در زندان کهنزک نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در واقع ابعاد جنایتهای صورت گرفته در کهنزک چیزی کمتر از گوانتانامو و ابوغریب نداشته است. اما شما به من بگویید که آیا اخبار اعتراضات گسترده دانشجویی و جنبش سبز را در کشور من دنبال می‌کنید؟ آیا می‌دانید که حمایت شما از مطالبات ما چقدر می‌تواند مؤثر باشد و دست دولت کودتایی احمدی نژاد را در سرکوب‌های خشن و گسترده‌اش ببندد؟ تصور نکنید که دانشجویان ایرانی همانها هستند که در هر مناسبتی جلوی سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی پرچم‌ها را با آتش می‌کشند و به سلام آن کشورها توهین می‌کنند. آنها وابستگان به یک نهاد نظامی هستند که از ساپورت مالی و تبلیغی آن نهاد نظامی و یا دولت بهره‌مندند و همانها عامل سرکوب دانشجویان منتقد و آزادیخواه در دانشگاه به شمار می‌روند. تصور شما مثلا از برگزاری یک تجمع اعتراضی دانشجویی و برخورد پلیس با آن در ایران با آنچه در کشور خودتان اتفاق می‌افتد تصویری بسیار ناهمگون و نامتجانس است. در اینجا تجمع اعتراضی یعنی کتک خوردن، یعنی بازداشت، یعنی مورد توهین قرار گرفتن، یعنی شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر واقعی و دروغ، یعنی سلول انفرادی، یعنی محروم شدن از ادامه تحصیل، یعنی ممنوع خروج شدن از کشور، یعنی متهم شدن به تبلیغ علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی، یعنی زندانی شدن به مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال. در کشور من دولت منابع خبری را سانسور می کند و اگر منفعتش ایجاب کند به جهل اخبار می پردازد و در کل کشور منتشر می کند. دولت برای فیلترینگ گسترده علوم انسانی با معیار و ملاک مذهب برنامه‌ریزی می‌کند. اینجا آزادی تنها برای دوستان دولت معنا دارد. اینجا جمهوری اسلامی است. این روش حکومتی آنهاست. دوستان من، آیا گسترش دموکراسی و زیستن در جهانی با خشونت کمتر برای شما انگیزه حمایت از جنبش دانشجویان ایرانی را فراهم نمی‌کند؟ بی تفاوت گذاشتن از خشونت‌های آشکار تحمیل شده بر دانشجویان ایرانی هم نوعی همراهی با دولت کودتایی ایران تلقی می‌شود و این برای ایرانیانی که روش جامعه غربی را در پیاده‌سازی حقوق بشر و دموکراسی می‌پسندند باور نکردنی است. برای تان حقوق بشر مهم است، آزادی بیان مهم است. می‌خواهید شدت خشونت‌ها کمتر شود؟ می‌خواهید در نقطه دیگری از این عرصه پهناور گیتی مشعلی از آزادی خواهی همچنان روشن بماند؟ پس در قبال این جنایت‌ها و خشونت سرکوب سکوت نکنید. نشست پرثمری را برای شما آرزو می‌کنم. به حال هدایت 16 آذر 2013.